حالا بن سبتی پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل آویو با ما همراه میشه. آقای سبتی، چطور میبینین واکنش نتانیاهو رو به تندی تقریبا جواب گروسی رو داد؟ با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان عزیز. سخنرانی که آقای گروسی در تهران گفتن و شاید در اون شرایطی که در تهران به سر میبرن بعد یک سخنرانی خوشایند برای مقامات نظام جمهوری اسلامی میگفتن، این به شدت باعث عصبانیت دولت اسرائیل شد، چون واقعا من تا اونجایی که یادم میاد برای اولین بار هست که یک فرد خارجی اروپایی میاد و میگه که اسرائیل روی زمین خاک تهران، میگه که اسرائیل حق دفاع از خودش نداره، و در حالی که در کنار مقامات اون رژیمی که برای نابودی اسرائیل سخن میگن اونجا وایساده و این حرف رو میزنه، و این واقعا طبیعتاً شاید میشه گفت باعث عصبانیت آقای نتانیاهو شد و ایشون هم خط و نشانی کشید برای آقای گروسی. البته ما باید یک مسئله رو به یاد بیاریم که بله، اسرائیل الان در حال تمرینات بسیار متداوم و فشرده هست برای اینکه یک روز مبادا اگر واقعا لازم بشه به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کنه، ولی ما باید مسائل داخلی اسرائیل رو هم به یاد داشته باشیم که این مسئله رو ممکنه بسیار سخت بکنه، این تصمیم رو برای اسرائیل بسیار سخت بکنه که همچین عملی دست بزنه در مقابل رژیم ایران. اشاره کردیم به پیچیدگی هایی که به ویژه در سیاست داخلی اسرائیل این روزها هست. تقریبا هر شنبه اعتراض و تجمعات گسترده در تل آویو و دیگر شهرهاست. فکر میکنین که ممکنه یا نه نتانیاهو برای رهایی از شرایط داخلی دست به حمله احتمالی، حالا هرچند محدود، به نقاطی بزنه با توجه به پیچیدگی های مسئله هسته ایران؟ ببینید، از نظر حملات منفرد و کوچیک میشه گفت بر طبق گزارش هایی که بوده در این چند سال اخیر از مقامات، از منابع خارجی، یک حملاتی بوده در ایران و بعضی هاشون به اسرائیل ربط داده شده، پس اینها مسئله نیست، ولی یک حمله یک پارچه و همه جانبه به چند تاسیسات مثلا هسته ایران، این ملزم به تصمیم گیری جامع در پارلمان اسرائیل، در دولت اسرائیل و همراهی دیگر جناها رو لازم هست برای یک همچین تصمیماتی. ما در دوران قبل مثلا برای هدف گرفتن کره اتمی عراق یا سوریه یا دیگر مسائل بزرگی که بوده از طرف اسرائیل، ما دیدیم که اینها یک تصمیم جامعی باید می‌گرفتن و باید طرف مثلا چپ سیاست اسرائیل رو در میون می‌گذاشتن این مسئله رو و با هم تصمیم بگیرن، چون اینها واقعا مسئله حیاتی میشه برای اسرائیل و نمیشه نصف مردم اسرائیل یا نمایندگان مردم اسرائیل رو کنار بگذارن. و الان به صورت برعکس یه مسئله شده که انگار به نفع رژیم اسرائیل، دو طرفی که به جان هم افتادن در اسرائیل، اینها خیلی میتونه باعث خوشحالی و اطمینان رژیم ایران بشه. من این مقاله هم در این مورد نوشتم در مؤسسه اورشلیم که الان خوشحالترین مقامات از این مورد مقامات رژیم ایران و حزب الله هستند که میبینن که اسرائیل در یک مسئله گیر کرده و نمیتونه این تصمیم رو بگیره. ولی باز هم اگر یه خورده بخوایم برگردیم باز به مسئله هسته‌ای، اگر این مواردی که آقای گروسی گفته از جمله افزایش نظارت‌ها و به ویژه در فوردو، فکر می‌کنین اسرائیل رو کمی نسبت به مسئله هسته‌ای ایران حساسیتش رو پایین‌تر میاره، خیالش رو راحت‌تر می‌کنه از اینکه ایران نمیره سمت اتمی شدن به شکل نظامی؟ من چیزهایی که در این چند روز اخیر میشنوم از بعضی افرادی که با مقاماتی رفت و آمد دارن، اونها حتی به صورت یک آرزو میگن کاش که واقعا اون حرفایی که آقای گروسی زده و اون تعهداتی که ایشون از زبون رژیم ایران میگه، کاش که اینها واقعا درست. ولی ما همون جور که در خبر شما فهمیدیم، باز رژیم ایران عقب نشینی میکنه از اون چیزهایی که آقای گروسی میگه و دوربین ها رو به کار نمیندازه، یا اینکه یک مقداری از سایت ها رو حاضر نیست در موردشون اظهار نظر بکنه. پس در واقع اسرائیل امیدی به سازمان بین المللی انرژی هسته ای نداره برای اینکه اون نظارت رو تکمیل بکنه یا حتی دو سومش رو انجام بده و یا دوربین ها رو روشن کنه. پس یک جوری شده که انگار اسرائیل تنها ایستاده در مقابل رژیم ایران. حتی آمریکا هم اونجور که ما میبینیم زیاد پافشاری نمیکنه، اروپا هم همینطور، و
و این واقعا میشه گفت باعث تاسفه، چون هم در مسئله داخلی ایران و هم در مسئله هسته‌ای ایران غرب خودش رو کنار کشیده و اسرائیل یک جوری در این مورد تنها بوده. سپاسگزارم از شما بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل‌آویو.